درود بر همیهنان ارجمند، خوشحالم که فرصت دیگری است در خدمتون هستم. شاهین نژاد و همراه دوست ارجمند شهرام آریان و نشست سوم رو داریم، جستار دلایل شکست ایران ساسانی از ارتش اسلام رو پی میگیریم. نشست یکم و دوم به این مقوله پرداختیم که اکثر نظراتی که در این زمینه داده شده به شدت رنگ و بوی ایدئولوژیک داشته، چه دیدگاه هایی که از سوی چپ ها بیان شده و چه آن چیزی که از سوی اسلامگراها فقط به ویژه تو این چند دهه اخیر گفته شده، عمدتاً با حقایق تاریخی و با مستنداتی که از نوشته های تاریخ نگاران در میابیم همخوانی نداره. برای همین کوشیده ایم که در این چند نشست نخست بیشتر بپردازیم که دیگران چه گفتند، چپ ها و اسلامگرای ها و اخیراً هم برخی از دوستان لیبرال ما که خیلی هاشون بدون ژرف نگری در تاریخ ایران به ویژه پایان دوره ساسانی و آغاز دوره اسلامی، فقط برای اینکه در این زمینه بدون پاسخ نباشن، صحبت‌های کلیشه‌ای رو که چپ‌ها و اسلامی‌ها درباره جامعه طبقاتی در دوره ساسانیان یا نمی‌دونم فشار موبدان در دوره ساسانیان یا از این دست عنوان کردن که کاملاً بی بنیاد بوده رو تکرار می‌کنن و برای ما، برای من شهرام و هماندیشان ما، باز شدن این مطلب فقط روشن شدن یک حقیقت تاریخی نیست، بلکه خیلی بالاتر از اون و مهمتر از اون پرداختن به این حقیقتی که آن چیزی که ما در پیش از حمله اسلام به ایران به عنوان ایران ساسانی داشتیم، علارغم هر برحال عیبی که ممکنه یک نظام سیاسی و اجتماعی داشته باشه، نظام بسیار کارآمدی بوده، ما را داشته در راستای درست هدایت میکرده. ایران در آستانه صنعتی شدن بوده، در آستانه انجام یک نوزایی یا رنسانس بزرگ ایرانی بوده، یک رنسانس بزرگ فرهنگی هم بوده و 1400 سال گذشته بر ما آن چه که رفته در حقیقت در جهت ویرانگری و تخریب بوده. اگرم نقاط روشنی گاهگاهی دیده شده، شوربختانه پشت سرش با یک تاریکی همراه شده، از جمله همین دوره پهلوی ها که جز جرقه هایی بوده که دو دوره اسلامی تاریخ ایران خورد، ولی با 40 سال پیشینه انقلاب اسلامی در کشور خیلی از دستاوردهای گذشته رو متاسفانه از دست دادیم. با شهرام میخواییم که جستار رو پی بگیریم، دلایل شکست ایران ساسانی از سپاه اسلام. ولی پیش از این که شهرام در حقیقت سخن رو آغاز کنه، چون دو سه روز فکر میکنم الان که برنامه داره پخش میشه از 21 آذر گذشته، سال روز نجات آذربایجان، از سوی خودم و همه هماندیشان و دوستانی که در جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی با ما همراه هستند، به همه ایران دوستان، به همه هممیهنان، بازگشت آذربایجان ارجمند و به دامن مام میهن شاد باش میگم. نجات آذربایجان و کردستان، البته همزمان، چون فقط فرقه دموکرات در آذربایجان نبود، جمهوری مهاباد هم در آذربایجان غربی تشکیل شده بود که اون به هر حال بخشی از جریان جدا کردن کردستان از ایران بود. هر دو اینا نشون دادن که اگر اراده ملی باشه و اگر نخست وزیر با کفایتی باشه، اگر شاه دلسوزی باشه، ارتش و مردم و ایلات و عشایر و روستایی‌ها و شهری‌ها و بی‌سوادها و باسوادها همه دلسوز کشورشون هستن و می‌کوشن که کشور رو با جان و دل حفظ کنن. و تجربه نجات آذربایجان و کردستان یقینا تجربه شیرینی بود که اندکی از تلخی از دست دادن قفقاز در جریان پیمان نامه های گلستان و ترکمنچار رو
کم کرد، اندکی از اون تلخی رو به هر حال گرفت، همچنان که معاهده مانند پیمان هرات که باعث از دست رفتن هرات و بخشای از افغانستان از مام میهن شده بود. به هر حال 21 آذر بر همه ایران دوستان شاد و فرخنده باد. شهرام گرامی، بحث رو پی بگیریم برای هممیهنانی که از اکنون با ما همراه شدن. این در حقیقت بخش سوم از این سلسله گفتارهاست. بخش یکم و دوم رو میتوانید از یوتیوب یا از تارنمای رنسانس ایرانی ببینید تحت عنوان دلایل شکست، چرا سپاهیان اسلام در ایران کامیاب شدن، با همچین عنوانی است. شهرام عزیز در خدمتیم، بفرمایید. با درود به بینندگان گرامی، من کوشش کنم از راه شیر سکرین نشون بدم. الان شاهین جان دیده میشه ارزیابی دستگاه توضیحی؟ بله بله بله. ما میخواستیم یه نگاهی بندازیم به این دستگاه توضیحی که رو بازار هستن از سوی گروه های گوناگون، تاریخدان های گوناگون، حالا نه همه رو ولی یک بازنمودی از شاید نماینده ترینشون رو بهشون بپردازیم. و حالا گذشته از گروه های اسلامی و یا چپی که اونا با غرض ایدئولوژیک به داستان نگاه میکنن، هر کدوم یه ایدئولوژی رو میخوان جلو ببرن، اصولا بدنه خود تاریخ نویس های غیر ایدئولوژیک هم توی توضیح این مسئله کاملا گیج شدن و در بیشتر بخش های توضیحیشون به انحراف رفتن. یکی عرض کردم واسه این که استناد میکنن رو تواریخ صدر اسلام مثل طبری و دیگران و اونا یه دستگاه اسطوره‌ای رو اون لحظه برساخته بودن که اون سناریو رو بتونن بسازن که پارسایان بر رژیمی ها پیروز شدن، هواداران رژیم، و تاریخ نویس های امروزی هم رو اون استناد میکنن و همراه به اونا به حقیقت به کام در حقیقت اون اسطوره ها یا اون سناریوها غرق میشن. از طرف دیگه هم داستان اصلا چون به خودی خود پیچیده است و کامپلکسه، در توضیحش در میمونن. یعنی خیلی اوقات هم از موضوع بدخیمی یا خواست بعد یا ایدئولوژیک هم در میون نیست. فقط هم در مورد مسئله ایران اینجور نیست، مثلا در مورد تاریخ خود اروپا هم وقتی شما مثلا نگاه میکنی به تاریخ نویسای فرنگی میگی خب این مسلمونا که بعدن اومدن اسپانیا رو از دست گوت های غربی گرفتن، یه گروه جرمن بودن که اسپانیا رو تصرف کرده بودن، خب اوکی اونا رو شکست دادن اومدن، چرا ولی تو فرانسه از فرانک ها شکست خوردن؟ چون همینجور جلو نیومدن تا شمال. شما در دستگاه کتاب های خود فرنگی که اونجا دیگه به تاریخ خودشون ارتباط داره، دیدم نمیتونه بگه که مال ایران دور بوده براشون فرقی نمی کرده، خیلی وقت اونجا هم میبینی بیشترشون به مغلطه میرن و توضیحات عجب و غریب میدن، چون نمیدونه واقعا، آخر نمیفهمه چی شده، کوشش میکنه آسمان ریسمان رو به هم ببافه یه چیزی بگه. یا مثلا مسلمان ها اومدن سیسیل رو گرفتن، یه 200 سالی هم اونجا بودن و بعد با یک شکست خیلی سختی از نورمن ها بیرون انداخته شدن و سیسیل کاملا باز پس گرفته شد. خب چرا اولش تونستن بگیرن، چرا بعدش پرتاب شدن بیرون؟ دستگاه های توضیحی نداری. یا مثلا خود اسپانیا که اسپانیا رو گرفتن و تا کوههای شمال اسپانیا اروپایا رو عقب روندن یا مسیحیا رو، چرا بعدن از اونجا بازپسگیری رکونکویستا آغاز شد و این بار مسلمان ها نتونستن جلوشو بگیرن؟ هیچ کدوم از اینا رو دستگاه توضیح خود کتاب های فرنگی هم نمیتونه توضیح بده. این مسائل پیچیده خیلی اوقات پاسخهاش هم از دست تاریخدانایی که فقط یه سری فکت های رو نگاه میکنن و یه کتابی رو میخوان سرهم بکنن هم بر نمیاد. حالا در مورد ما مثلا تاریخمون داستان از این لحاظ پیچیده تره و مهمتره، ما مجبوریم به این مسائل عمیق‌تر بپردازیم تا فرنگی ها حتی در مورد تاریخ خودشون. اینه که فرنگی ها چون شکست کامل نیافتن و بعدن تونستن بخشای از اسرف رو هم تا اندازه پس بگیره مثل اسپانیا رو، خیلی دیگه نیازی نیست توضیح بدن که اصلا چی شد چی نشد. مهم اینه که سر پا موندن، بعدن صنعتی شدن، از جهان اسلام جلو زدن، جهان اسلام رو زمین گیر کردن، که فرقی هم نمیکنه الان توضیح بدن که چرا ما اسپانیا رو از دست دادیم بعد پس گرفتیم. واسه هم خیلی انرژی نمیذارن سر توضیحش.
ولی مال ایران چون این شکست دهر پیچیدهش غیر قابل توضیحش غافلگیری کنندهش غیر منتظرهش هرچی که نامش بخوای بذاری بعدن به چرخ گوش شدن تمام فرهنگ ایران و انحراف کلی یعنی واقعا من بر این مسئله پافشم انحراف کلی روحیه ایرانیا منجر شد و از یک کشور ابرقدرت مانند یک کشور جهان سومی دائمی رو ساخت این برای ما ارزش توضیحیش خب خیلی بالاتره تا اینکه مثلا فرنگی‌ها بفهمن آخر اسپانیا چرا دست رفت بعدم دوباره پس گرفتیم چون بدنه فرنگ سقوط نکرد که تاریخشون به انحراف بده و نابود بشه ما باید مسئله خودمون رو در این موارد دقیق‌تر بفهمیم تا خود فرنگی‌ها حتی تاریخ خودشون رو در این مورد دست کم حالا من آغاز کرده بودم با روانشاد زرین کوب که اونم یه سری از این توضیحات کلیشه‌ای رو تو کتاباش میگه اختلاف طبقات، باور ایرانی به سرنوشت، فرقه های گوناگون، آزاد فساد موبدان، ورشکستگی سیاسی و روحانی طبقه بالا که این پنج اول عدد من همش مغلط است و جوکه. چون اختلاف طبقات رو ما به این حالت در اروپای شمالی هم داشتیم و باعث سقوط اروپای شمالی در مورد مسلمان نشد. این اختلاف طبقاتی مسئله آریایی قدیمیه که در ایران هم بوده در اروپا هم بوده این دوتا با هند فرق میکردن هند سیستم کاستیش چیز دیگری بوده ایران شبیه اروپا بوده اون چیزی که تا قبل از انقلاب فرانسه بود تقریبا اون لایه های صنفی که سه تا اصلیاش بود موبدان و ارتشداران و بعد لایه سوم که عرض کردم تا قبل از انقلاب فرانسه در خود مثلا فرانسه هم هنوز بود یا تا قبل از رفورم های فردریک کبیر تقریبا هنوز در مناطق آلمانی بود و چیز از این دست اینا در قرون وسطا منعیدیم باعث سقوط فرنگ در برابر مسلمان ها بشه و مسلمان ها وقتی که حمله می کردن این تقسیمات لایه بندی ها صنف ها طبقات بود در اروپا اشراف پایگاهشون خیلی بالاتر از کهتران بود کهتران پایگاهشون خیلی پایین تر از اشراف بود موبدان حالا مسیحی که کشیش بودن جای خودشون روشن بود اینا از همه جدا بوده این اصناف جای سقوط نکرد ما نهیدیم چی شد شهرام جان افسون بر این که با سقوط ایران ساسانی هم این به صدا تقسیم پیشاها و طبقات ادامه پیدا کرد یعنی تا نه ببین شهرام جان بعد از سقوط ایران درسته که تا یه مدتی اینا بودن وضعیتی که ما بعد از اسلام تو ایران داریم وضعیتی که از نظر علمی نامش رو میشه گذاشت خرطوخر یعنی اصلا دیگه سیستمی وجود نداره که اصلا کسی بخواد بفهمه اونجا لایه‌ای هست یا نیست درسته تا یه مدتی هنوز بود مثلا لایه دهگان‌ها یعنی همون لندلوردها یا اشراف رد پایین روزگار ساسانی هنوز یه جورایی بودن درسته اینا ولی اصولا هر جا که اسلام بیشتر پاش باز میشد سیستم شیر تو شیر و خر تو خر همه جا رو میگرفت و واقعا بعدن دیگه اصلا معلوم نبود چه خبره درسته اینا رو فردوسی به حالتی خوبی در اشعارش آورده مثلا من جوری در نامه رستم فرخزاد به برادرش که در حقیقت از اون آشوبی که در آینده رو خواهد داد نوید میده که یعنی به حالت پیشگویی که اینجا دیگه هیچ چیزی سر جاش بند نخواهد بود افراد کارشون به حرافی و گزافه‌گویی و دزدی و دروغ و دغل خواهد کشید یعنی وضع جامعه زمان خودش رو توصیف میکنه خیلی زیبا این کارو کرده افسون برای این که شهرام جان برخی از بزرگان ایران تو دوره اسلامی مثل خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری و خواجه نظام‌الملک طوسی در سیاستنامه از این تقسیم پیشاها که به عنوان به اصطلاح طبقات در دوره ساسانی ازشون یاد میشه خیلی به خوبی یاد کردن و میگن این سیستم بسیار کارآمدی است به هر حال همچنان که گفتی اینجا نمیخوام خیلی وارد سیستم های اقتصادی بشیم ولی نکته خیلی خوبی که اینجا گفتی این بود که تفاوت بسیار بزرگی بین این به اصطلاح تقسیم پیشا و تقسیم حرفه ها در میان آریاییان بوده با آنچه که مثلا در هند در جریان بوده یا حتی به نوعی دیگر در چین و همچنان که گفتی این از اون مغلط هست برای همیهنانی که الان دارن استاید رو نگاه میکنن آن چیزایی که شهرام در بالای خدچین گذاشته اختلاف طبقات باور ایرانیان به سرنوشت فرقای زرتشتی آز و فساد موبدان اینها رو
شهرام به عنوان دلایل مطرح نمی‌کنه، بلکه برعکس میگوید اینها آن چیزایی است که برخی به عنوان دلایل سقوط ایران در برابر اسلام عنوان کردن که مغلطه هست و پایه و بنیاد نداره، که الان تو بحث داریم به همونا میپردازیم. مری بویس حتی خودش آنالیز کرده که رسیدگی که در زمان ساسانیا از اقشار بالا به اقشار پایین وجود داشت به مراتب چندین برابر اون رسیدگی بود که در قرون وسطا از اقشار بالا همین ارتشداران کشیشا به پایین وجود داشت. نظر علمی هم به سادگی میشه ثابت کرد. خب ببخشید اونجا که خشنتر بود و فجیحتر بود چرا باعث سقوط جای نشد؟ من نمیفهم. درست. چون نوبت به ایران رسید یهو قرار بود که این دلیل سقوط بشه. مغلطه. باور ایرانیان به سرنوشت، اینو که من گفتم روانشاد زرینکوب و دیگرانی که رو این نام بردن کاملا اشتباه فهمیدن. اینا گرایش ایرانیان یا قشر بالاشون به اخترشماری رو که اون به معنی شپ علم یا خودشون گمان میکنن که علم بهش نگاه میکردن، و من عرض کردم که اروپا هم بود تا سده 17 هم. درست. من از مثلا ملکه الیزابت نام بردم، از والنشتاین نام بردم. اینم بیشتر گرایش به این بود که سرنوشت شما تحت تاثیر قرار بدی به نفع خودت، نه اینکه منفعل باشی رو به اون. اینم کاملا اشتباه فهمیدن، مغلطه کامل. فرقه های زرتشتی، شمار مسیحیان، مسیحیانی که اومده بودن اینا در دستگاه اداری داشتن کار میکردن، کارشناسان تو بخش نظامی نبود که بخوان دفاع بکنن یا نکنن، کمتر تو بخش نظامی بود. ما خیلی هم گزارشی از این نداریم که بعداً به مسلمان‌ها پیوسته باشن، در شهری رو باز کرده باشن. اونا که تو ایران بودن، نستوری‌ها و ارمنی‌ها. داستان عربای مسیحی اون چیز دیگری است، اونو بهش میرسیم. ولی منظور زرینکوب اینجا عربای نمیدونم اون ور فرات داخل بیابون‌های مسیحی نیست، این مسیحی‌های داخل خود ایران داره میگه. درست. اون مغلطه است دوباره. روان شاد، این بخشم کاملاً مغلطه. آز و فساد موبدان و دستیازی در کشور، این که اصلا خنده داره. چون آز و فساد موبدان زمان ساسانی، این هم از علمی میشه به سادگی ثابت کرد، به اندازه یک دهم، شاید یک بیستم آز و فساد آخوندهای اسلامی و مسیحی قرون وسطا نمیشه. ببخشید اونا چرا هی دائم سقوط نمیکردن علیه هم دیگه؟ آز و فسادی که اگه میخواست در لایه موبد ساسانی باشه، اصلا مثل که شما از فساد مثلا اداری آلمان صحبت کنی، در سنجش مثلا با فساد اداری مثلا ترکیه. درست. یه همچین نمیدونم چی بگی آدم واقعا. خب اینم که حالا بگذاریم، ورشکستگی سیاسی و اینم میشه کلی باد هوا. اون ستایی که پایین روانشاد نام ورده، جنگ های خسرو دوم، اون یه فاکتور اصلیه، درسته، ولی دیگه تقصیر دولت ساسانی به عنوان نظام نیست. یه جنگای رخ داد، خسرو پرویز اغراق کرد، ریسک کرد، میخواست جهان رو تصرف کنه از خودش، خبر نداشتش که چه خطری تو بناگوششون داره اونجا رشد میکنه تو بیابونها. غیر قابل تصورم بود که این خطر چه مدلی خواهد بود. آدم میتونه ازش عیب بگیری که چرا بیخودی از یه جنگ منطقه‌ای یه جنگ جهانی درست کردی که بیش از 20 سال طول بکشه و هر دو تا امپراتوری رو تا مرز نابودی خسته کنه. میتونه آدم کلینو بگه، ولی آدم از طرف دیگه هم میتونه بگه همچین جنگی تا حالا آزمایش نشده بود و اونم شاید گمان میکرد که به این حالت میخواد امپراتوری خودش رو گسترش بده. ولی این یه فاکتور مهمی بود. گرسنگی و تنگدستی عربان که نیروی انفجاری تو اونا پدید میورد، درسته. انگیزه دینی جهاد و اینا، درسته. ولی آدم میرسیم دوباره اینجا به ضعفا. من زرینکوبو که اینجا آوردم چون از بقیه تاریخ سایرانی بیشتر قبولش دارم، ها نه کسی گمان کنه این روانشده من اونجا گذاشتم که این مثلا ازش انتقاد کنم. این که مهترین همشون بود، این همه میگن به مغلطه رفته بود. این سه تا فاکتور رو هم درست این روانشاد ازشون بهره برداری نکرد، یعنی در حد فقط یه سنگ بنداز و از کنارش رد شو بود. درست. مثلا آقا کسی که میخواد قوم خودش سر این مسائل از بین رفته، این اگه یه آلمانی میبود یه همچین آدمی، این ول نمیکرد. این میومد در مورد این فاکتورها و این رویدادها ممکن بود 2000 صفحه آنالیز بنویسه. اینا در حد مثلا تو تاریخ کمبریج که ایشون جلد چهارم این دوران ترانزیشن یا ترارفت از ساسانیا به
اسلام رو توضیح بده، حتی جست و خیز یکی دو صفحه ایشون گفته و اینا، همین سرپایی و اینکه نشد آنالیز که. و گرسنگی و تنگ دستی عربان هم خب اینم که معلومه، خب گرسنه بودن تنگ دست هم بودن، خب به حمد الله. ولی اینو شما باید درست مدل سازی بکنی که این اگر نیروی انفجاری داشت، این نیروی انفجاری دینامیکش چجوری بود، چجوری بعدن به یارگیری فراتر میفرجامید، کاری که من بعدن خودم اینجا یعنی با خودمون خواهیم کرد، توضیح داریم خواهد یه بار آدم بفهم مثلا چه اتفاقی اون زمان افتاده. بله. و انگیزه دینی جهادی، خب اینم سر پای گفتن فایده نداره، شما اینو باید اون موقع درست بشکافی که این انگیزه جهاد دینامیکش در اینا چجوری بود، فرقش با انگیزه جهادهای دیگر در دینهای دیگر اگر بودن، در ساختارهای دولتی دیگر بودن فرقش چجوری بود، خطرات که پیش میورد چگونه بود، دینامیکش چگونه بود. یعنی به این سه تا فاکتور درست این روانشناس دست زده، ولی در حد یه کوتاه گفتن از کنارشون بدو گذشتن. حالا ما میگذاریم مثلا یه نگاه میکنیم به یکی از تاریخ نویس های این اواخر، آقای مرونی که مایکل مرونی که در مورد دوران همین ترارفت یا ترانزیشن پیش از اسلام به پس از اسلام کوشش کرده کارهای زیرساختی بکنه، به ویژه 100 سال 150 سال اول پس از اسلام رو دوباره شروع شد. ستیز درونی دینی و طبقاتی، حالا اگه ایشون هم باش ازش رو در رو بپرسی که خب چرا همینا در اروپا باعث سقوط جای نشد، احتمالاً شونه‌هاشو میندازه بالا و کوچکترین آگاهی نخواهد داشت. کمبود پشتیبانی مردم از کشور دارن. ایشون چجوری به این نتیجه رسیده؟ از داخل متونی که مونده من درست نمیدونم. متون حال حتی همون متون های اساطیری طبری رو هم که نگاه آدم میکنه چیزی از کمبود پشتیبانی اونجا نمیبینه. ستیز درونی میون اشراف، این یه چیزیه که در سیستم های امپراتوری به حالت دائمی وجود داره. یعنی مثلا شما همین امپراتوری حتی لاتولوتی که مسلمان ها درست کردن، امپراتوری درستاوی هم که نبود که، امپراتوری لاتولوتی بود، در همین امپراتوری لاتولوتی هم شما میبینید دائم جنگ داخلی بود، میبینید علی و معاویه و این و اون و همه در حال زدن و کشتن همدیگه بودن. درسته. یعنی ستیزهای درونی که داشت شاید 20 برابر اون چیزی بود که ما زمان ساسانیا داشتیم یا در بیزانس وجود داشت. اوکی. بله، فرو نمیشه. این که نشد دلیل این ستیزی که حالا میگن در اواخر روزگار ساسانی، میگن مثلا یه مقدار دولت مرکزی که اغراق کرده بود تو جنگ با روم، استاندارهای محلی از دستش خورده ناخرسند بودن، آقا چرا اینقدر مالیات میگیری، چرا اینقدر سپاه میگیری، رفتی اینا رو همه رو تو بیزانس منبع به کشتن دادی، ما رو آواره کردی. میگن که یه خورده دلچرکین بودن و از این حرفا، ولی ما شواهدی نمیبینیم که استاندارا تا حد یعنی سرکشی یا قیام مثلا دولت مرکزی رو به حال خودش ول کرده باشه. حتی اون ماهوی که همه کاس و کوزه ها رو سرش خراب میکنن که آقا تو بودی مثلا اعلی حضرت رو ول کردی، شاهنشاه کشته شد و فلان عربا، اون بدبختم چند بار به یزدگرد توضیح داده بود که آقا دولت مرکزیتون که نتونست جلوی این دیوونه ها رو بگیره، توی نبردهای اصلی شکست خورد، ما تو اون نبردها دیگه هر کسی که حدی داشتیم فرستادیم که کمک کنیم، الانم که این لاتا چند صد هزار نفری ریختن داخل کشور، خب من با اینا چیکار کنم؟ به معنی استاندار منطقه‌ای من باید کوشش کنم از در صلح نسبی با اینا در بیام تا ما خودمونو باز تولید کنیم، دوباره سر حال بیایم و ببینیم چه بلای سرشون میاریم. یعنی همچین طرح استاندارا داشتن. دلیلش این نبود که اینا یزدگرد به حال خودش ول کرده بود، اصلا اینطور نیست. حتی ماهوی حالا میگن نمیدونم فیرزان نمیدونم با رستم درست کار نمیکرد، اینم مسئله خیلی سختی استخراج واقعیش، ولی بهش میرسیم، اونا بعدن دونه دونه بهش میرسیم. یه مقدار ستیز بوده، ولی نه به خاطر اینکه به خاطر این ستیز همه چی پاشیده. در حقیقت دولت مرکزی و استاندارای مهتر از رده مرزبان گرفته تا پایگوسبان و اینا وقتی که خبر متلاشی شدن قوای شاهنشاهی یا قوای قیصری روم در یرموک و اجناد اینو شنیدن، به شدت خودشونو جمع و جور کردن و به حمله مسلمونا به عنوان یه خطر جهانی بزرگ و یه چیز واقعا مهم نگاه کردن.
بخش بزرگی از دعوای درونیشون رو گذاشتن کنار. البته همچنان عربا رو دست کم میگرفتن، این یه شیزوفرنی یه روان گسستگی بود که اینا بس که عربا رو همیشه به اون آدمای لاتولوت و دیوانه و آدم کش و شبیه خونزن میشناختن، نمیتونن تصور کنن که اینا چگونه ممکنه حالا مثلا یه حمله مثلا متشکل انجام بدن. این دست کم گرفتن بعدن باعث برخی از شکست‌های اساسی شد، ولی به این حالت نبود که دیگه انقدر دست کمش بگیرن که این استاندارا بگن پس ما هم دیگه ول می‌کنیم میریم دنبال کار خودمون، چون اینا که یه مش لاتن هر لحظه من می‌خوام جلو خوشونو می‌گیرم. اینجور نبود. بعد از خبر شکست یرموک که اومد، وقتی تو تیسفون اینا متوجه شدن که لشکر مسلمونا یه لشکر سازمان یافته 40,000 نفری رومی‌ها رو کاملا از بین برده، اونجا در حقیقت تمام زنگولای خطرشون دیگه به نواختن در اومده بود. این ستیز درونی اگرم ستیز نسبی بود اون لحظه کاملا دیگه به کنار گذاشته شده بود. بعدن دلیلی که نتونستن جلوی مسلمان بگیرن که زورشون نرسید، چون چند صد هزار نفر قمه به دست ریخته بود تو این کشور، از سر و کولش مثل ملخ میرفت بالا. توانایی بکارگیری نیروهای نوین در هنگام گسترش، مرونی اینجا میگه که بله مسلمان ها مثلا خوب بلد بودن که وقتی یه جایی رو میگیرن مثلا بگن مردم مثلا بیاید شما به ما بپیوندید و ما مثلا بریم جنگ و یه بخشی از غارت رو میدیم به شما، شما هم سهم میشید، از ما میشید، کشور خودتون رو ول کنید، اگه لازم شد به ما بپیوندید. این در مناطق اصیل ایرانی این ور زاگرس تقریبا هیچ وقت اثر نکرد. واسه چی مورونی به این اشاره میکنه؟ از خودش باید بپرسید. من گمان میکنم به ظرائف ایشونم زیاد دقت نداره. ما این ور زاگرس همچین گزارشی به اون نرسیده که مثلا در نبرد نمیدونم در خوزستان، نمیدونم در لرستان، در آذربایجان، در فارس، نمیدونم فلان، یه مقدار قابل توجهی مثلا از مردم پایین جامعه یا کشاورز یا بیزمین حتی اینا برن به پیوندن به مسلمان ها به امید کشتن همیهنهای خودشون و گرفتن سهم. مسلمان ها پیوسته مجبور بودن که از اون ور زاگرس نیروهای عرب تازه نفس بیارن. این داخل خود ایران تقریبا هیچ کی باشون همکاری نکرد. بله. این آقای مورونی از کجا کشتی بیرون باید از خوش بپرسید. این وسط من یه دونه ایش تو اون رده میانه گذاشتم، بی‌ثباتی سیاسی. خب ببینم که همیشه میشه گفت بی‌ثباتی سیاسی، خب بله بعد از اون جنگای 20 ساله با روم بی‌ثباتی سیاسی رخ داده بود، یه سری منافع گوناگون و آرزوهای گوناگون به هم خورده بود. از یه طرف برخی هوادار رفرم دستگاه سیاسی ساسانیا بودن، کسایی مثل بهرام چوبین از اون رده بودن، تو مال قبل از شیرویه است، ولی اون دقیقاً نوید دهندش بود. اونا برای این باور بودن که آقا این سیستم کاملا موروثی رو باید ما یه خورده بشکنیم، یه خورده مدرنش کنیم. ولی اینا اگه یه کسی از من بپرسی اینا نشانه های ضعف سیاسی سیستم نیست، بلکه نشون میده شعور مهتران قوم ایران به رده های رنسانس مانند رسیده بود. در حقیقت نشانه پویایی نظام سیاسی، نشانه مدرنیسم شاینجا که میکوشه خودش رو مرتب بهینه کنه. دقیقا نشون میده که مهترانش دیگه از حالت فکر اشرافی خونی اومده بودن بیرون و میگفتن که در آینده مثلا لیاقت باید تعیین کنه که کی شاهنشاه میشه، رئیس مملکت میشه. خدا میدونه این کشور در آستانه چه تغییراتی بود. شاید حتی اگه 200 سال میگذشت یه حالت پیشا دموکراسی، یعنی در حقیقت چیزهایی که ما در مثلا اروپا در قرن 17 هم دیدیم در انگلستان، اینا چگونه پدید اومد؟ از این پدید اومد که اشراف و شهرنشینا اعتماد به نفسشون رفته بود بالا و اینا یه موقعی با دستگاه شاهنشاهی، حالا اون زمان چارلز بود، طرف شدن، گفت آقا ما دیگه سیستم خونی و موروثی رو زیاد قبول نداریم، این باید یه خورده انتخاباتی، تقسیم قدرتی، چیزی اینا باید بیاد توش. اینی که یک استاندارها یا سپهسالارهای بزرگ کم کم سیستم موروثی رو دارن اظهار شکایت ازش میکنن، این نشانه بی‌ثباتی سیاسی نیست، این نشانه اینه که شعور این افراد چقدر بالا رفته بوده. درست. و این در آبستن تغییرات خیلی بزرگ بود این مملکت. این مملکت واقعا در حالت رنسانس به سر می برد. هیچ کدوم از تاریخ نویسای ایرانی تا به امروز نفهمیدن که چه بلایی اونجا سر ایران اومد. یعنی اروپای مرکزی زمان مثلا لوتر
در سده 15 یا 16 هم میدونید مثل این بود که یه دست ترکا بیفته، ترکای عثمانی. اینا بیان تمام مهتران رو سر ببرن، همه کشور رو سر ببرن، به همه زن و بچه مردم تجاوز کنن، تیکو پاره کنن، اروپای شمالی رو چادر سر همه بکنن، شلاق بزنن، مسلمونشون کنن، بعدن دیگه کسی نمیفهمید که این اروپای سده 15 و آغاز 16 آبستن چه تغییراتی بوده. یعنی حجم بلا اینقدر بزرگ بوده، دقیقاً بلایی که 1400 سال پیش بر سر ما اومد. ایران 1400 سال پیش از بیزانس جلوتر بود و خیلی پویاتر بود، خیلی پویاتر بود. من و دستگاهش، من چند بار عرض کردم، مثلا یکی از نمودهای پویایش این بود که بیزانسی ها هنوز کاملا عقب مانده مسیحی قرن وسطایی خرفت ایدئولوژیک فکر میکردن، ولی ایرونیا در سیستم خودشون مسیحی استخدام میکردن، یهودی استخدام میکردن، از هر کس و ناکسی از هر جای کشور جهان کنی کاری بلد بود آدم استخدام میکردن. درست. یعنی فکرشون یه فکر پیشا مدرن بود. مال بیزانسی اصلا اینجوری نبود. نیموش آدم ایدئولوژی که خرفت بودن از این لحاظ. ایران از بیزانس خیلی وقت بود جلو زده بود. از قرن پنجم میلادی حتی آخر چهارم میلادی دیگه از بیزانس از روحی جلو زده بود. این دیگه کاملا اون لحظه هویدا شد که خود بیزانسی ها در نهایت خرفتی ابراهیمی مسیحی رفتن وقتی مدارس فلسفی خودشون رو قتل عام کردن و بستن که آخرش در آتن بود، این فلاسفه بزرگ جونشونه برداشتن گریختن به ایران، مثل مثلا سیمپلیخیوس اون مفصل معروف انوشیروان. و گزارش هایی هم که میدن اینجوری نوید میده که مهتران ایران میگن فلسفه میفهمیدن، خیلی از کتابا ترجمه شده بود و اینا میفهمیدن، با اینا صحبت میکردن. خود من جمله خود انوشیروان که میگن سیستم های نو افلاطونی رو میشه با اینا بحث میکرده. یعنی یک کشوری بود در حالت رنسانس اروپای سده 15 هم. شاید آغاز 16 هم. وقتی به دام مسلمان ها افتاد، این بی‌ثباتی سیاسی که دوستان نام میبرن بی‌ثباتی نبود، این گسترش شعور بود که افراد دیگه سیستم های موروثی خونی رو به صورت قبول نداشتن، میگفتن باید مدرنش کرد. برای همین بود که مثلا از یه طرف مزدک پیدا شده بود، میگفت آقا این مسئله مثلا فقر رو چیکارش میشه کرد، کوشش هایی کردن اثر نکرد، همیشه حالت شبه کمونیستی داشت، آخر انوشیروان اومد با تغییرات در دادگستری، در سیستم مالیاتی، یعنی با مدرن کردن دستگاه اداری کوشش کرد حلش کنه. نمیدونم بهرام چوبین اومد گفتش که من سیستم موروثی رو دیگه قبول ندارم، این برای پایه لیاقت باید این رئیس کشور انتخاب بشه و اونو درست از پسش بر اومدن چون هنوز سنت بالاتر بود. ولی اگه سر و کله مسلمونا و این دیوونه ها و آدم کشا پیدا نشده بود، این کشور تو آب خودش میجوشید، من نمیدونم 200 سال بعدش کجا می بود. این بی‌ثباتی نبود، این سرآغاز تغییرات بزرگ تو شعور سیاسی قشر حاکم بود. خب حالا سه تا بخش چیزای درستم آقای مرونی گفته، هزینه جنگ های دراز با روم، خب اونو فهمیدیم، اونو که همه میگن ارزم بزرگ که پیش در کمان بود. انگیزه مسلمانان، این هم ایشون آنالیز دقیق‌تر نکرده. کارکرد دین اسلام بر روحیه اونا، همه چیزایی که زرید کمان داشت، این هم ایشون درست آنالیز نکرده. فقط در حد این که خب انگیزشون زیاد بود، گرسنه بودن، به حمدالله دوز بودن، آدم کش بودن، این دین اسلام اومده بود به اینا گفته بود که آقا بگیر بکش و اینا، اگرم نمیریم با همدیگه پیش الله، پیش روسپیخانه ها، حوریا و از این حرفا. خب این در حد کلیگویش این کمک نمی کنه، این باید دقیق‌تر شکافته بشه. آقای مورونی به اینم نپرداخته، یک سطرم به آنالیز سیستم سایکوگرام هاش یا سوشو داینامیکش نپرداخته، فقط همجور سر پای کنه. شرم جان، مورونی که این بخش اشغال ایران توسط اعراب در ایرانیکا نوشته که الان این نکات رو از اونجا شما برداشتی و دارید نقدش میکنی، در ایرانیکا که مقالات بسیار بسیار خوب هست انصافا، دو جا به نظر میاد، دو جایی که من دیدم، مطمئنا جای دیگه مثلا، دو جا خیلی کمکاری شده و کار در حد دارت و معارف بزرگ ایران انجام نشده. یکی در همین مورد حمله اعراب به ایران، آنالیزی وجود نداره، یه سری از گزارش ها رو کنار هم گذاشتن و خیلی خیلی نچگیری به نظر من ضعیفی است. یکم در جریان برآمدن سردار سپه و رضا شاه آینده به نظر میاد اونجا هم نتونستن یک نگاه خیلی ژرف تحلیلی
دقیق داشته باشن. این دو جا که اتفاقا دو تا مطلب بسیار مهم، در حقیقت اون جاهایی که زور فلسفی میخواد فهمیدنش. دقیقاً. مورونی بیچاره کوشش کردی یه کاری بکنه، مثلا اوایل سال 80 که مهمی نوشته بود در مورد Iraq after the Muslim conquest، یعنی خواسته مثلا از راه منابعی که مونده مثلا وضعیت عراق یا میان رودان رو تو 100-150 سال پس از مسلمون شدن آنالیز کنه که وضع مثلا زمیندارا چطور بود، شهرها چطور بود. این اون کوشش که تا اونجا که مثلا دادا حسن بشکاف و اینا. این خواسته کارهای زیرساختی به عنوان تاریخدان در جمع این منابع بکنه، یا مثلا بر پای تاریخ طبری کوشش کرده مثلا به ویژه خلافت دوران معاویه رو مثلا بهتر بفهمه، یعنی به اوایل دوران اسلامی علاقه داشته. ولی مورونی بر زبانهای ایران پیش از اسلام استوار نیست و از ایران ساسانی تقریبا درست درمون چیزی نمیفهمه. اونجا وقتی میخواد این ترانزیشن رو توضیح بده زورش نمیرسه. کاملا درست. اومده به عنوان فرنگی تو دوران پس از اسلام، تو 100 سال اول که دوران خیلی خیلی مهمی هم است، اون ترانزیشن، اون ترارف، دگرگونی اینا کار کرده، دستش هم درد نکنه، ولی زورش نرسیده، دستگاه توضیحی نتونسته بده که قابل توجه باشه برای فهمیدن این شکست، خود اون شکست که سرآغاز بدن تمام این دگرسازی ها بود. در این کم نتونسته بود. بی خودی از این فرنگی تفلی عیب نگیریم. آقای فرای که معمولا کتاباش از بالاترین درجه آشفتگی تو این مسائل برخوردارن، روان شاد، حالا به همه جا جست و خیز یه چیزهایی گفته و اینا مثلا، ولی اشارتی هم کرده اضافت مثلا بر آشفتگی مثلا جانشینی پس از شیرویی، حتی دیگران هم گفتن اینه مثلا نکته اضافی رو گفته، ولی تقریبا این همه چیز رو فقط ناخونک میزنه فرای، هیچ چیز رو توضیح نمیده. خانم لمتن، اینو خانمیه که در زمان پهلوی دوم محمد رضا شاه در ایران کار میکرد، اولش در زمان همون پیرامون روزگار ملی شده نفت گرایش‌های استعماری و اینام داشت، به اونا کاری نداریم، ولی تو بخش تاریخ شناختی که کار میکرد اونجا کوشش کرده بود کارهای بنویسه در مورد وضعیت ارباب و رعیتی تو ایران، یه دست کم اون گونه که در زمان خودش میدید، یعنی از پایین قاجار اون زمان، و بعد اینا رو از داخل منابع تاریخی بازسازی کنه تا واپس مثلا، یعنی از راه دیدن وضعیت ارباب رعیتی مثلا صفویه به امروز میخواست ارباب رعیتی قدیم رو بفهمه، مثلا زمان ساسانیان رو بفهمه. به نظر من یک سر مغلطه است و آشفت بازار. لمتن مشکلش هم دوباره این بود که بر زبانهای ایران باستان اشراف نداشت. لمتن از افسران رده بالای MI6 هم بود، درست میگم؟ حالا هیچ وقت در مورد این رسمی صحبت نکردن، ولی ماموریت استعماری داشت. بله، نه به طور قطع، یعنی حتی فکر کنم بشه گوگلش هم کرد، از افسران رد بالای سازمان اطلاع امنیت بریتانیا بود. حالا اون حتما به این معنا نیستش که بعداً بخواد مثلا مخصوصا یه چیز عجیب و غریب اشتباه بگه از رو بدخیمی اینا. من گمان کنم که این ایشون کلن ایران اسلامی رو میدید، الگو میگرفت، از راه اون میخواست پیشترها رو هم بفهمه و کاملا به مغلطه رفته بود. در این موردی که ایشون نوشته، یعنی شما نکته که گذاشتین و نقدش کردی، توده مردم از طبقه پایین ساخت طبقاتی رو رها میکردن، این اتفاقا من دو مورد خیانت که از سوی ایرانی ها به هموطنان خودشون دیدم، یعنی سازش و ساخت و پاختی که با مهاجمان مسلمان میکنن، در دو جا، یکی در ری و یکی فکر میکنن در شوشه. در این دو مورد، هر دو مورد یکی از ثروتمندان شهر، شهر که در محاصره قوای مسلمانان بوده و به شدت داشته میجنگیده با سپاه اسلام و خیلی هم کشته و زخمی داده بودند، و میگه من در دروازه های شهر رو باز میکنم، شما رو به داخل شهر میکشونم، راه میدم، شما منافع منو پس از اشغال شهر تامین کنید و به من و به اصطلاح خانوادم آسیبی نرسه و به ثروت ما هم دسترازی نشه. اینی که خدمتون میگم و اگر کسی خواست میتونه هم تو بلازری و هم تو طبری ببینه و من در این کتاب نشیبی دراز از پیش فرازم آوردم. هیچ نمونه از خیانت از سوی قشر توحیدست، طبقات فرو دست جامعه ما، نداریم. من میتونم اینجا بشینم پیش خودم فکر و خیالی بکنم که این کار انجام شده،
ولی هیچ گزارش تاریخی که بخشی از مردم توحید هست یا 4 نفر آدم فرودست فلان شهر اومدن و بلدراه سپاه اسلام شدن و اونا رو مثلا به داخل شهر بردن و مطلقا ما نمیبینیم، در حالی که از 2 تا ثروتمند در ری احتمالا دومی فکر کنم شهر شوشه ما این خبر داریم. بنابراین حتی 2 مورد گواه تاریخی که ما داریم اتفاقا با این نظر یه خانم قنلمتون داده کاملا در تضاد ده. ببین شاهین جان، یه مشکلی در تاریخ ایران هست، اونم اینه که دریافتن ایران پیش از اسلام، زبانهای پیش از اسلام و فرو رفتن توی فضای روحی، روانی، فلسفی اونو نیاز داره. پس از اسلام دوباره زبانهای پس از اسلام و فرو رفتن تو دستگاه‌های عرفانی، فلسفی، روحی، روانی، دینی اونو نیاز داره. درست. هر کسی میاد معمولا روی یکی از این دوتا کار میکنه و بعد اون یکی رو درست درمون نمیفهمه. درست. اونایی هم که حالا پیش از اسلام رو فهمیدن باز تا اندازه‌ای میتونن پس از اسلام رو بفهمن، چون شما وقتی یه حالت کامپلکستر یا رو به پیشرفته رو میفهمی بعدن حالتهای آشفته رو باز میتونی بفهمی، ولی وقتی فقط آشوب رو تو فهمیدی تو اون سیستم بسامان قبلی رو نمیتونی بفهمی. لمتن اومده بود تفلید خوش تمرکز داده بود روی مسائل عصر سلجوقی، مغول، صفوی، قاجار و در این دوران خواسته بود تقسیمات فئودال و زمینی و اینا رو بفهمه. بعد گمان میکرد که به وسیله اینا وضعیت قبل از اسلام رو هم یه جورایی فهمیده و حالا چون در مورد این مسئله سقوط ایران هم خیلی مهم بود هر کسی یه اظهار نظری کرده، ایشون هم اظهار نظری که تو زمینا خواسته بکنه اینا رو کرده که به نظر مثلا مسخره است، یعنی اصلا هیچ ارتباطی نداره. این تغییرات ایران پیش از اسلام به پس از اسلام انقدر ریشه کن کننده و دگرگون کننده بود که شما با فهمیدن یا دریافتن یا شناختن مسائل پس از اسلام هیچی رو از روزگار قبل از اسلام نمیفهمید. من برای اینکه این مسئله روشن بشه اینجوری توضیح میدم. شما تصور بفرمایید مثلا الان مثلا کشور آلمان با این ویژگی‌هایی که ما ازش می‌شناسیم در این 200 سال اخیر، سنت پروسی و اینها، پروتستانت و پروسی و اینها، مثلا مهاجرت اقوام ترک و اینا به اینجا زیاد بشه، نمی‌دونم که از آناتولی همیون از عربستان میان و اینا اینقدر بیان که این کشور یه موقعی یک کشور مسلمان بشه، مثلا 90% مسلمان بشن، جامعه‌اش هم انظر مثلا قومی هم مثلا 50-60% عرب و ترک بشه. خب شما بعداً از اون جامعه خواهی فهمید که مثلا جامعه ایران، مثلا جامعه آلمان، مثلا زمان فردریک کبیر چه دینامیکی داشته؟ نه اصلا. زمان مثلا جمهوری ویمار چه دینامیکی داشته؟ ابداً. مثلا تو سیاره خواهد بود. درست. این مسئله ایران پیش از اسلام و پس از اسلام هم اینجوریه. حالا هر کی از این روانشناسا که اومده تو دوران پس از اسلام کار کرده خواسته بر پایه اون قبل هم کاملاً به مغلطه تفریح رفت، هیچی نفهمیده، زیرو. یکیش همین لمتنه. نفر بعدی حالا از کسایی که امروز کار میکنن آقای دریایی نما اومدی مثلا یه برهان اضافی رو مثلا بگه، البته این برهان قدیما هم گفته شده بود، این برهان کلاسیکه از داخل خود تاریخ نویسی روم، چون خیلی قبل از اینکه ایرونیا بخوان هی بفهمن که چرا ایران در قادسیه و نهاوندین از بین رفت، مثلا هی فرنگی ها میخواستن بفهمن که چرا امپراتوری روم از بین رفت. یکی از دلایلی که تو بازار بود تو قرن 19 حتی گمان کنم ممزن هم در موردش صحبت کرده بود این بود که آقا این امپراتوری روم چون پس از دیوکلسیان شروع کردن دستگاه اداریشو به خاوری باختری تقسیم کردن و بعدم در هر خاور و باخترم میونه یه دونه شاهنشاه و یه دونه جانشین شاهنشاه که به یکیشون میگفتن قیصر به یکی میگفتن سزار تقسیم بندی کردن، وقتی 4 تا آشپز بخوان سر یه آش با هم کار کنن مثلا این باعث آخر سر آشفتگی و اینا میشه، از این راه میخواستن توضیح بدن که مثلا چرا امپراتوری روم نتونست از خوش درست دفاع کنه. این در مورد اونام اشتباه بود، در مورد فرنگیام شد، در مورد ایران هم اشتباهه. خود رومیام اون زمان این تقسیم بندی رو به خاطر این نکرده بودن که مثلا میخواستن برای خودشون مشکل بتراشن، بلکه ضربات و حملات تو مناطق مرزی به ویژه پس از سرکار آمدن ساسانی ها از یک طرف و فشار جرمن ها در رودخانه دانوب و راین از اون طرف اینقدر زیاد شده بود که از مرکز دیگه نمیشد تصمیم گیری کرد که چه خبره. شما باید یک فرماندار منطقه‌ای با اختیارات تام می داشتی
بنابراین اومدن امپراتوری رو به خاوری باختری تقسیم کردن و یکی هم اون شاهنشاه خاوری که شاهنشاه باختر بود، یکی هم بعد اون موقع جانشینش بود که سزار بهش میگفتن. بعدم با سزار زمان جمهوری نا اشتباه گرفتن، ما داریم در مورد قرن 3 4 میلادی الان حرف میزنیم. و اینا خواستن با این 4 تیک بخش بندی یا در حقیقت 4 تا اتوریتی، یعنی 2 تا اتوریتی گنده، 2 تا اتوریتی زیر دست، سرتای داستان رو بهتر هم بیارن. همش این 4 تا اتوریتی در حال حرکت باشن از مرز تا مرز فقط با دشمنهای بجنگن. در ایران هم فشار دم مرزها زیاد شد، یعنی حالا فشار جنگی با رومیا تقریبا یکسان بود، خیلی زیاد نشد، ولی یه موقعی فشار اقوام دشت نشین به ویژه از گروه آمیخته با زردپوست و هی زردپوستر از آغاز سده 4 میلادی بسیار شد در مرزهای خاور شمالی ساسانیا و اقوام دیگری هم که از قفقاز میخواستن بریزن و امپراتوری ساسانی در حالت همش آماده باش و جنگ دائمی تو تام جبهه به سر می برد. فشار انقدر زیاد شد و اینا دیدن به حالت کلاسیک از مرکز نمیتونن اینو درست بگردونن و آخر سر زمان قباد حالا تصمیم گرفتن حالت نهایی که اینو مثلا به 4 تا بخش تقسیم کنن، کوست و اونا فرماندار منطقه داشته باشه یا همون کوست و این فرماندار اختیارات تام داشته باشه و میزان ارتشی هم که در دست داره به اون اندازه است که از حملات از پس حملات بر بیاد. اونی که مثلا فرماندار مثلا مرز با رومیاس از پس حملات معمولی اونا بر بیاد، اونی که با مثلا زردپوستاس با اونا و الی آخر. ولی به این معنا نبود که این فرماندار کلی هم نیروی دستش بود، 1/4 امپراتوری دستش بود، اگه زورش نمی رسید و درخواست کمک فراتر می کرد یا از مرکز کسی نمی اومد، معلومه که می اومد. و به این معنا نیست. یه چیزی دیگه هم که الان نده تو ذهنم بود، این 4 اسپهبد که 4 منطقه ایران رو در اختیارشون قرار داده بودن، مثلا اسپهبد خراسان، اسپهبد نیمروز که قرار به جنوب بود و از این دست، اینها فرماندهان لشکری بودن، از نظر کشوری که همچین تقسیم بندی نشده بود. خب ببین، این تا اندازه هم به وسیله کشوری احتمالاً همراهی میشد، اینه دقیقاً الان نمیشه ریکنستراکتش کرد، ولی تا اندازه همراهی میشد. ولی چیزی که سرتاسر این امپراتوری رو سر هم نگه میداشت آخر سر یک سلسله مراتب منظم فرمان برداری از مرکز یا از همون شاهنشاه مرکزی بود. و مثلا برای همین هم بود که پس از اینکه مسلمونا توی قادسیه و نهاوند اونا موفق شده بودن، یکی از دغدغه اون بازمانده این تیم سارای ساسانی که مونده بودن این بود که این یزگرد به هر بهایی که شده با اون دستگاه اداری دور و برش زنده نگه داشته بشه. درست. برای اینکه اون تا موقعی که اون زنده بود، این استانداریا همزمان هنوز نهایت کوششونو میکردن، نامنگاری میکردن، با مرکز دستورات فراتر میگرفتن و از دن. با اینکه این سیستم کاملا پاشیده بود تو غرب، ولی نامنگاری هایی که بعدا میبینید استاندار مثلا سیستان وجود داره یا حتی همون خراسان یا جاهای دیگه، اینه که سرپا بودن و دائم بهش پیشنهاد کمک درخواست کمک میکردن. درست. در حرکت بود. این برای این تزم که اینا چون 4 بخشش کرده بودن این فرو پاشید و اگه یه بخشی بود مثلا ساده تر از پس مسلمان ها برمیمد، اینم من نمیدونم تا چه اندازه واقعا بانه دلیل درست باشه. آخر سر اون سیل ملخواری که از این مسلمان ها توی این ایران شهر ریخته بود، اینو جلوگیری ازش یک شرایط ویژه نیاز داشت، یه شاه دیگری اون لحظه نیاز داشت به جای یزدگرد، یا یک شانس های دیگری که مثلا حالا اشتباهاتی که انجام شد تو نبرد انجام نشد سای دیگه، حالا بهش میرسیم بعدا. ولی این تقسیم باد 4 تیکه این به زیان دفاع از کشور نبود، قبلش هم با نهایت صلاحیت داشت این تقسیمات 4 تیکه‌ای کار میکرد. در زمان قباد اینو انجام شده بود و زمان خسرو و پس از اونم مثل ساعت سوئیسی داشت کار میکرد. درسته. شهرام جان ما حدود 2 دقیقه دیگه فرصت داریم، میخوای مورد آخرم بگیم که بتونیم برای امروز بحث رو ببندیم تا بریم بعد تا هفته بعد؟ حالا در مورد آقای سوچه که مثلا من اون آدم ناشناخته تر آوردم، تئوری های مثلا فانتزی میخواستم بگم، تئوری فانتزی عجب و غریب و اینام هست که میگه مثلا
حالا بار دیگه بهش میپردازیم. بار دیگه ما این تئوری‌ها یه خورده اکزاتیک‌تر رو بهش میپردازیم، دوردست‌تر، و در مورد جامعه‌شناسای امروزی ایرانی نگاه میندازیم که اونا چه نظری دارن، فقط واسه اینکه ببینیم این پژواکش توی آدمای مدرن ایران چجوریه و تا چند اونجا شکاف و گسل هست، و بعد اون موقع به دو ستای اصلی میرسیم که اونا ایشی فهمیدن. سه تا فرنگی به نام آرتور کریستیانسن، همون قدیمیه، آقای سر جان بگت گلاب و آقای دیوید نیکول. از همشون بیشتر سر جان بگت گلاب. حالا به اونا ایشی فهمیدن که واقعا چه اتفاقی افتاده بوده، ولی تا اینجا پس از من بس. سپاسگزارم. پس از اشتراک در بیاریم شهرام جان استایدو در استودیو. من با این نشست که سومین نشست بود و در پی دریافتن دلایل شکست ایران از سپاه اسلام بودیم، در حقیقت تا اکنون بیشتر به این پرداخته شد که نظراتی که بوده چه بوده، و کوشیدیم که سریع نقدشون کنیم و بگیم که اینها نظراتی نیست که بشه بعد ازش به عنوان تحلیل درست یاد کرد. در نشست بعدی پی میگیریم باز چند تا دیگه از این نظریات رو، و سرانجام وارد خود جستار اصلی میشیم که حالا بر اساس یافته های ما و آنالیز ما چه دلایل پشت سقوط ایران ساسانی در برابر حمله مهاجمان مسلمان بوده. و حالا بعد به بحث که برسیم خواهید دید که به نظر میاد مجموعی از چند دلیله که شاید اگر یکی از این عوامل در کنار بقیه نبود این تراژدی 1400 سال پیش رخ نمیداد. مجموعی این چند عامل کنار هم قرار گرفت و موجب فروپاشی شد، که حتما در هفته های بعد این جستار بسیار مهم و پی میگیریم از هممیهنانی که برای ادامه برنامه محبت کردن، کمک کردن که بتوانیم از طریق پرداخت به تلویزیون پارس کماکان برنامه رو زنده نگه داریم. بسیار سپاسگزاریم. همچنان اگر برشون مقدور باشه میتونن برن روی سایت iranianrenaissance.com، وبسایت ما iranianrenaissance.com، و اونجا هم با پیپر هم با کردیت کارت پرداخت کنن. برای دوستانی که امکان پشتیبانی مالی از برنامه تلویزیونی ندارند، بهترین کاری که میتوانم بکنن است که کلیپ رو، این ویدیو رو، لینکش رو در اختیار دیگر علاقمندان قرار بدن، اونها رو تشویق کنن که سابسکرایب کنن، ثبت نام بکنن در یوتیوب ما رنسانس ایرانی، و هر چقدر بیشتر و گسترده تر این برنامه پخش بشه هم اثرگذاریش بیشتره و هم به هر حال گام بسیار بزرگی است برای افروختن شعله ای از حقیقت در این به نظر من تاریکی و سیاهی 1400 ساله. شهرام گرامی بسیار سپاسگزارم. از همیانان ارجمندم واسه توجهشون سپاسگزارم. پس بدرود تا فرصتی دیگر. بدرود.